در لبان ما میاد و همه ما که به مسیح ایمان آوردیم این کار کرده. آمین. پس ببینید زبان ما در نجات ما دخالت داره. من امروز با عزیزی که دعا میکردم چند دقیقه فقط وقت گذاشتم بهش بگم که آنچه که تو امشب امروز میخوای من دعا بکنی از زبان تو میاد، همون چیزی که به تو برکت یا برکت از تو میگیره. مرد کامل با اقرار به این که عیسی خداونده و گناهکار هستم و احتیاج دارم که مسیح بیاد وارد زندگی من بشه من نجات بده، نجات پیدا میکنه. هللویا. چقدر بیشتر در امور دیگه زندگی ما اعراف زبان ما میتونه مؤثر باشه یا خراب کننده باشه. من کاملا به این موضوع واقفم و یک چیزی که دارم در خودم هر روز تربیت میکنم، نمیگم کامل شدم، یعنی که از زبانم چجوری استفاده بکنم. همه ما احتیاج داریم، چرا که قدرت در زبان ماست. مسیح رو صلیب برده، دفنش کردن، از مردگان برخواسته، حالا پولس میگه اگه به لبانت بگی نجات پیدا میکنی. میگه کار کامل نکرده، پس من چرا باید این کار بکنم؟ تو دلم ایمان میارم دیگه. پولس میگه اعتراف لبانت باعث میشه به دست بیاری. هللویا. پس زبان ما خیلی قدرت داره. ببینید چی میگه اینجا. میگه ما به دهان اسبان دهنه میزنیم، این کلمه جدیدش دهن است، تا مطیع باشند و به این وسیله تمام بدن آن را به هر طرف که بخوایم برمیگردانیم. خیلی جالبه. اسب اون عظمتش، من که تا حالا سوار نشدم، این افتخار به من داده نشده سوار اسب بشم. الاغ سوار شدم یه بار یه بار اونم تو زندگی. تمام اون هیکل سنگین اسب رو شما با اون چیزی که به دهنش بسته میتونی کنترل بکنی. خیلی جالبه ها. نه با قلبش، نه با خیلی کار دیگه. شلاق میزنن مردم به اسب بیچاره، میگه با اون قلاده‌ای که رو زبانشه، رو دهنشه، اون هیکل به هر سمتی. چرا داره میگه؟ میخواد اینو بگه آنچه که ما با زبانم میگیم باعث میشه زندگی ما تکون بخوره. ما قلاده نداریم، خدا رو شکر دهنه نداریم، ولی آنچه که در زبان ماست زندگی روحانی ما رو به حرکت در میاره. پس اگر من تو زندگی میگم خدایا من چقدر بدبختم، چرا زندگی اینجوری شد، ببین من اینجا نرسیدم، اون یکی به اینجا رسید، من بیچاره شدم، من آواره شدم، من دربدر شدم، من دارم با اون حرفی که میزنم و منفی است هیکلمو دارم از نظر روحانی تکان میدم، وجود خودم رو. این الاتان حرکت میکنه به وسیله آنچه که از زبانش میاد. اما اگر من میام اعتراف ایمان میکنم، ایمان یعنی چی؟ یعنی باور بر اون چیزایی که ندیدی، اعتقاد بر اون چیزایی که ندیدی. نه بابا ابراهیم باب 11 یک ما خوندیم، چندین بار روش صحبت کرد. وقتی من میام اعتراف ایمان میکنم یعنی چی؟ یعنی فکرمو، قلبمو، اعتمادم رو روی آنچه که خدا در کلامش گفته میکنه و میگم، به همون شکل من این بدن رو، این جسد رو، این الاتان رو به حرکت در میارم. واو چقدر حیاتیه، چقدر حیاتیه. خداوند بارها میگه چون تو گفتی من این کارو کردم. مزامیر رو بخونید، دعاها رو. چون تو گفتی من اینجوری شریدم، چون تو گفتی من این عملو انجام دادم. پس گفتن ما خیلی مهمه برای خدا، خدا که عارف القلوب هستش. من میخوام یه پرانتزی بگم بدون اینکه کردیت بدم به دشمن، به شیطان. میخوام اینو بگم اتفاقا آنچه که به زبان میاریم، چه مثبت و چه منفی، چه با ایمان چه بی ایمان، و به زبان میاریم، همونی هستش که شیطان میتونه در زندگی ما دخالت به زندگی نکنه. آدم و حوا که فریب خوردن، وقتی شیطان برگشت به اونا گفتش آیا واقعا خدا گفته از این درخت نخورین؟ میگه زن دید، اول در قلب پرورش پیدا کرد، نه دید، با دیدن رفت توی قلبش پرورش پیدا کرد و بعد خواست که انجام بده، خواست که برای او بشه، مال او بشه. پس آنچه که ما به زبان میاریم همونی هست که تو دل ما میگذره، همونی هستش که میتونه سرنوشت ما رو تعیین بکنه. برای همین که شما اگه به دادگاه برید تو آمریکا، من یکی دو بار رفتم برای پناهندگان کمک کنم، برای چیز دیگه نرفتم، خدا رو شکر. وقتی میری اونجا قاضی میگه دستتو بلند کن، دستتو بلند میکنی، در بعضی جا دست رو کتاب مقدس میزنی یا قرآن یا هر چی که اعتقاد دارن، و بعد میگه اقرار کن، تکرار میکنه، نه آنچه که میگه حقیقت و راستی هستش. یعنی چی؟ یعنی اون شخص با اون قسمی که میخوره داره اعلام میکنه که آنچه که میگه آیا واقعا الهی هست یا الهی نیست. حالا کار ندارم چند نفر راست میگن دروغ میگن، کار ندارم، ولی حرف او و این قولی که داره میده ملاک برای دادگاه، درسته؟ شما وقتی چیزی رو پر میکنید گاهی وقتا نوشته که پایین امضا،
آنچه که گفتم درست است و من تعهد میدم که همه رو خوندم امضا. مثل این چیزی که تو اینترنت هی امضا میکنه بدون که بخونی، یه جوری نوشته و هیچ کدوم نمیکنه، فقط اکسپت میکنی. بعد این رقم رو میشه من میگم چرا رقم رو خود اکسپت کردی؟ پس خیلی مهمه آنچه که ما میگیم میتونه باعث برکت ما بشه یا نشه، میتونه باعث بشه شیطان تو زندگی ما وارد بشه یا نشه. قدرت در زبان ماست، خدای قدرت رو در زبان ما گذاشته. البته خدا حفظ میکنه، البته شیطان شکست خورده است، البته مسیح بر او پیروز شده، ولی اعتراف من چیه؟ اقرار من چیه؟ اون چیزی که پولو یعقوب میخواد اینجا ما یاد بده، میگه شما با اون چیزی که به دهان اصلی مندید هیکل و بدن او رو به هر طرفی بخواید برمیگردید، با اقرار اون چیزی که در زبان میاری همونطور میتونی بدن تو به هر اون زندگی روحانی تو به هر طرفی برگردانی. آیه 4 میگه همچنین میتوان کشتی‌های بزرگ را که از بادهای سخت رانده میشوند با استفاده از سکان بسیار کوچک مهار کرد و به هر جا که ناخدا بخواهد هدایت کرد. کشتی سوار شده بود، من چند پیش کشتی دیدم گفتن تایتانیک دومه، عکسش رو دیدم و بعد خیلی شیک اونجا نشستم دیگه، حالا شاید از این کارا نمید، دگمه فشار میدن اینوری میره کشتی، خیلی عظیم با یه دگمه کشتی اینوری میره اونوری میره. بادبانهای قدیم کشتی ها بادبان داشت، بادبانها میچرخن و حرکت میکنه کشتی. میگه به هر سمتی که بخوای میچرخونیش کشتی های بزرگو. چه چیزی بزرگ جلو زندگی ما وجود داره؟ مثل یه کشتی میمونه، چه مثبت چه منفی. میگه با زبانت و همون چیزی که راجبش تعلیم میده تو میتونی به هر سمتی بچرخانی. برای همین که مسیح گفت اندازه دانه خردل ایمان داشته باشی و به این کوه بگی اون کلید تو گفتنه، ایمان داشته باشی و بگی میتونی کوه رو به قعر دریا بیاندازی، جا به جا کنی. پس اگر چیزی هست مثل کوه، مثل کشتی جلو راه زندگی من، میخوام به مقصد برسونمش، میخوام به یک هدفی برسم، با اقرار زبانم، با ایمان قلبیم و با اقرار زبانم میتونم به اون تحرک بدم، به هر سمتی بخوام بچرخونمش. اگر میگه کشتی ها غرق شده، به زبان اقرار میکنی، بدون که واقعا کشتی ها غرق شده، چون به زبانت داری اقرار میکنی. اما اگر میگه این کشتی میتونه به مقصد برسه و به زبان اقرار میکنی، مطمئن باش که به این مقصد برسه. میتونی بگی آمین. زبان آیه 5 میگه پس ببینید هدایت ناخدا برای اون کشتی با یه سکان کوچکه، هدایت زندگی ما با این زبان کوچکی که خدا داده چقدر مهمه. زبان هم همینطور است، اینجا داره دوباره ما تاکید میکنه، گرچه عضو کوچکی هست ولی ادعاهای بسیار بزرگی می‌نماید. واو، ما چی ادعا میکنیم؟ میخوام آیه این آیه از ترجمه قدیمی هم بخونم. همچنان زبان نیز عضو کوچک است و سخنان کبرامیز میگوید. اینجا میگه ادعا میکنه، ترجمه قدیمی درست‌تر میگه، میگه کبرامیز میگه. چه چیزی رو ما به زبان میاریم؟ و بعد مواظب باشیم که بر اساس کلاممون بر ما داوری میشه کلام خدا میگه. امثال سلیمان رو بخونید، چقدر توضیح میده که باید زبان ما چطور عمل بکنه، به ما یاد میده که چگونه از زبان خودم استفاده کنم، حکمت رو به زبان ما میگه. بارها گفتم خداوند میگه چون تو گفتی، چون به زبان آوردی. اینجا داره به ما چی توضیح میده؟ میگه مواظب باشید چه ادعاهایی میکنید، مواظب باشید. خداوند من یه آدمی داشتیم اینجا که نبود، جای دیگه بود خدمت میکردیم، ایشون برگشت گفت خداوند من له کن، هر کاری حاضرم برات بکنم. این هر کاری حاضری بکنی لهت کنه، کار ندارم چی شد چه بلایی سرش اومد چه اتفاقی افتاد، ولی اعتراف ما خیلی مهمه. خداوند دیدید عیزاری که هفته پیش تعمید دادیم، همه قول دادن خداوند ما آدمی که زنده هستم پیروی تو میکنه، خداوند تو خداوند من هستی، خداوند تو نجات دهنده. چرا ازش اعتراف؟ چرا در ازدواج مردم میان اقرار میکنن اونجا جلو مردم و شبان یا کشیش که داره اون رو عقد میکنه؟ چون بر اساس زبانشون برایشون داوری میشه. من اقرار میکنم که تا به آن روزی که زنده هستم از تو جدا نشم، در سختی و در بلندی و در پستی کنار تو باشم، در ثروت و در مریضی. اون چیزی که در ازدواج مسیح میگن، امیدوارم روی که ازدواج نکردید به زودی خودم عقدتون کنم. هللویا، بدید آمین دیگه، چه خوب میشه من عقدتون کنم. هللویا، به زبان میگن چون دارن تعهد میدن به هم دیگه. کانون این دنیا دنیایی که همه زیرش میزنن، چقدر دنیای شده بی وفا بی مهر، ولی واقعیت
امر اینه که دارن یه تعهدی رو به زبان میدن. وقتی من به خدا میگم خدا من له کن منو و هر جایی که میخوای بری من مال تو هستم، پول من مال تو، ثروتم مال تو، جوانی مال تو، استعداد و نمیکنم، این اونیه که یعقوب در آیه 1 میگه، میگه در روز داوری به تو خواهد چی شد؟ پس چرا اینجوری کردی؟ چرا اون چیزی که گفتی اتفاق نیفتاد؟ مگه خودت اقرار نکردی؟ نه فقط در روز داوری، بلکه امروز که روی زمین هستی بر اساس همون چیزی که میگیم، مثل یه بذری که میکاریم با ما رفتار میشه، همون درو میکنیم که میکاریم، همون اتفاق میشه که میگیم. و بعد میره وارد یک چیزی خیلی جدی‌تر بشه اینجا و بعد میگه که اینک آتش کمی چه جنگل عظیمی را میسوزند. چقدر شده نه؟ شاید از یه حرف کوچیک دل ما شکسته، از یه شوخی کوچیک، شاید ما گفتیم و دیگری دلش شکسته، میتونی جنگل را بریز. یه حرف کوچیکی که اصلا سر و ته نداره، اصلا من از کجا این برداشت شده، این فکر از کجا آمده، چند نفره میتونه فکرشو مسموم بکنه؟ کشیش من خیلی قشنگ میگه، میگه وقتی بر ضد کسی حرف میزنی چیزی میگه مثل آبی میمونه که رو زمین ریختی، حالا بیا آبو جمعش کن، پر از گل شده، یا آب زلال رو حالا میخوای جمعش کنی گلالود شده، پر از پرس شده. وقتی ما رو کسی رو این گونه راجبش حرف میزنیم، این گونه الفاظ راجبش صحبت میکنیم، مثل هم آتیشه میمونه که جنگل آتیش میزنه. و چقدر مهمه که روی زبونمون واقعا از خدا بفهم که حکمت قرار بگیره. در این آیه خیلی زیبا میگه چه جنگل‌های بزرگی که با جرقه آتش میگیرن. برای که مسیح میگه چی؟ جواب کلام خدا میگه جواب نرم خشم رو برمیگردونه. چرا؟ چون میدونی اون چی که زبون میاد چی کار انجام میده. زبان همون آتش هست. واو. زبان همون آتش هست. آتشی که میتونه شور و شعف به وجود بیاره یا میتونه همه چی از ببره. میتونه گرم بکنه در سردی ها. میتونه در سردی، در وضعیت بهتر جای رو آتش بزنه، جای رو از بین ببره. خداوند به زبان ما قدرت بده که بتونه مؤثر و مفید باشه. در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیایی از شرارت است. واو. نمیگه خدا شرارت آفریده، میگه ما اینطور رفتار میکنیم این اتفاق میفته که همه وجود ما را میآلاید و دوران زندگی رو به جهنمی سوزانی تبدیل میکنه. دیگه یعقوب نداره چجوری حرف بزنه. یعقوب میخواد به ما یاد بده که چقدر عضو مؤثری تو بدن هستش. و واقعا دعا میره برای خودم و برای شما عزیزان. اول گفتم برای خودم که خداوند به ما حکمت بده، به من حکمت بده که با زبانم بتونم بنا بکنم، با زبانم بتونم باعث تسلی بشم، باعث تشویق بشم، باعث تقویت بشم. دارم یه جورایی رو خودم کار میکنم. میدونید دقت کنم روزه آدما رو ساکت میکنه، چون جون ندارن حرف بزنن، غذا نخوردن، اتفاق که میفته کمتر هم حرف میزنن دیگه. چه برکتی درش وجود داره. گاهی وقتا باید سکوت کرد، نباید حرف زد. وقتی مسیح رفت جلوی قیس امپراتور وایساد، اونجا هیرودیس بهش گفت تو کی هستی؟ آیا تو مسیح هستی؟ مسیح سکوت کرد. جاییست که باید سکوت کرد. دیدی مثلا طرف مرده، مثلا میرن اونجا به جای که بخوان درستش کنن خرابترش میکنن. آره این خدا بیامور چرا خوب بودا، این خدا بیامور چرا اینجوری هایی کرد، چه بنایی کرد. حالا این ملت اونجا ناراحت و دلشکسته یا برعکس شروع میکنم منفه. یادم یه روز با این رفتیم چه خرابکاری کرد، بذار جنگل آتش میزه. من اغلب جایی که میرم عزیز فوت کرده اگه مسئولیتی نشته باشم سکوت میکنم. یه آبوشی کافیه، یه تسلی کوچکی کافیه، لزوم نداره آدم حرف بزنه. در زندگی ما اینطور هست، گاهی وقتا نباید حرف بزنه.